کردن برات خیلی تنگ شده بود. تو مگه دلم داری؟ بعد عمری اومدی صدامون کردی مثلک بارو میکنی. گفتم لابد یه مادر وقتی دلش تنگ میشه میاد سراغ پسرش. ای کاش یه قبر داشتی، هر وقت دلم برات تنگ میشد اونجا میومدم سراغت. خیلی ممنون. با این همه محبت واسه چی زنگ زدی اومدی سراغم پس؟ دنبال غلام میگردم. اه؟ پس خانم دنبال آقاشونه. لازم نیست متلک بارم کنی. هنوز هرچی میکشم از دست اون حروم لغمه. پس واسه چی بعد از نواد بوقی اومدی سراغش هم من میگیری؟ میدونی کجاست؟ اگه بگم نمیدونم پیاده میشی؟ آره. چی شد؟ صبر کن ببینه. خب پیاده شد. پس چرا نذاشتی پیاده شم؟ من خیلی نگرانم خانم هستم. بابا نگران چی هستی؟ طوری نشده که. چرا نفوس بد میزنی؟ نگفتی غلام پیش توه یا نه؟ لالم شدی؟ چرا نشم؟ بعد اون تیپی زدم، عطری زدم، گفتم ننمون طلبیده ما رو، خواهد دستی به سرمون بکشه، بخشیده ما رو. بابا ما باید چی کار کنیم تا داره تو رو به دست بیاریم؟ بگو، بگو دیگه. بعد اون دلتنگی سراغ غلامو از ما میگیره. تو هم بودی لال میشدی، نمیشدی؟ بابا منم آدمم نیستم. پرسیدم غلام کجاست. باز اسم این نحسو میاره جلو من. این عتیقه چیکار کرده دوباره عزیز شده؟ واسه چی دنبالشی؟ من دنبالش نیستم. دنبالشم. دنبالشم؟ کی؟ رو دست مریضات رو دست خوردی سیاه. از همه انتظار داشتیم جز مادره. چی کار میکنی؟ دیوونه بازی در نیار سیاوش. آدم دنبال من میفرستین؟ غلط نکنم دوزرشون افتاد. محکم چی نپرن. آقای اکبر مواظب باشید. تا اکبر داری قم به دلت آمده. نمیزنم بپرم. سیاوش با تو هم. هرچی تا حالا کارها رو خراب کردی بسه. آروم آرومتر. شروع در با کن. اومدم تو نجم خفه شو. در با کن. تو همین کوچه پیچیدن؟
ولی همین کوچه بود. آب شدن رفتن تو زمین. بیا ببینم. فکر کنم دوباره باز آوردیم. یعنی باز همین خونه ها رو بگردیم؟ اتفاقی برای اون خانم نیفته. از این جماعت هر کاری بگی برمیاد. چیکار باید بکنی؟ نمیدونم، یه خورده فکر کنیم. واسه چی لوم دادی ها؟ چقدر به پول دادم؟ ده بگو چقدر؟ تو اگه پول میخواستی چرا به خودم نگفتی؟ من آرزو مودی روزی خودت از من یه چیزی بخوای؟ حرف دهنتو بفهم بعد بزن. آها، پول من حرام بود، پول اونا حلال. پول کیا؟ چی داری میگی تو اصلا؟ پول همونایی که فرستادشون سراغ من حلال بود. دهنتو ببند. دهنم ببندم چه؟ گفتم دهنتو ببند. نه من تو رو لو دادم، نه پولی از کسی گرفتم. اونا هم که دیدی دنبال تو نیستن، دنبال غلامن. میدونم دنبال غلامن. اما واسه این که منو گیر بندازن، تو هم برشون داشتی آوردیشون سر اصل جنس. موضوع اونا هیچ ربطی به تو نداره. بابا 27-8 سال پیش این غلام حروم لقمه یه گندی زده که اونا حالا اومدن سر وقتش. همین و همین. ساده دیگه، ساده. ببینم چه داستانی واسه سرهم کردن؟ کدوم داستان بچه؟ تو اینقدر خودتو گیر و گرفتار کردی که تا تقی به توقی میخوره تو اجات میپری. بابا این غلام 27-8 سال پیش یه بچه رو فروخته، یعنی داده به یه زن و شوهر خارجی، اونام بردنش. حالا بچه بزرگ شده، پاشته را افتاده، اومده دنبال ننه بابای واقعیش. آقا رونشون نمیده. خیلی خوب، این وسط تو چی کاره بودی که اومدن سراغت؟ چند بارم اومدن سراغم، چند بار. میگن دیشب رفته سر وقت اکرم، فهمیدی؟ زده اون بیچاره رو لت و پار کرده. چرا؟ چون این بچه یه چند وقتی پیش این اکرم مادر مرده بزرگ شده. آقا خواسته ردی ازش نمونه. جالب شد. اکرم کجاست؟ لابد له و لورده توی خونه. نه خیر، اون بیچاره رو کشته و در رفته. کشته؟ اکرمو؟ غلام؟ نه، یکی باید دیگه تقاص پس بده. فهمیدی؟ تقاص. صبر کن ببینم، این یارو که اومده سر وقت غلام کجاییه؟ آلمانی. آلمانی؟ شاروخ! شاروخ! این وسط یکی داره به من دروغ میگه. درستش میکنم. جونم سیاه، چی شده؟ این تله نشو برده بیا بالا. چشم رو چشمم. تو که گفتی غلام اینجا نیست. من فقط نگفتم هست. سلام آقا، حال شما خوبه؟ الحمدلله، تو میری خوب. الو، صداتون نمیاد. الو، سلام، اکبر تویی؟ شما کجایی؟ مگه قرار نبود هیئت باشید؟ با کی هستی الان؟ چی؟ تو چی کار کردی؟ خب، من به تو نگفتم خود سر پانشو برو. مگه من 100 بار به تو نگفتم همینجوری پانه؟ گوش کن ببین چی میخوام بهت بگم. شروع قش نکن پشت تلفن. چرا همینجوری پاش دی رفتی؟ من به تو نگفتم خود سر عمل نکن، با من هماهنگ باش. الان کجایی؟ صبر کن. الو، از دست تو من نمیدونم چی کار بکنم اکبر. برو ماشاءالله دست بده. بگو ببینم. برو آدرس بده. خب مطمئنی کوچه بنبسته؟ گوش کن ببین چی میگم بهت. مطمئنی کوچه بنبسته یا نه؟ خب شماره ماشین رو بگو، درست بگو. خب 79 سی 781 تهران. خیلی خوب. رنگ من چیکار کردم؟ منو نبرید. تا
تو امیری من کاری نکردم. بریم هوا خوری. هوا خوری نمیخوام. آخه من کاری نکردم. چه؟ بریم جون خوری. نبری منو بذارید بچه هم دو باشتن. کاری من نکردم. دانشو. برکردم. چقدر منو این برو بر میبری؟ آخه بابا ولم کنیم دیگه. ولم کنیم. اینجا جا میکنه یه دسته گلی به آب دادی دوباره دسته گل به آب دادم؟ مثل دسته گل برات گیرش انداختم مثل دسته گل برام گیرش انداختی تو این خیابون بود؟ بله دیگه همین کوچه بومبسته؟ بله دیگه همین بومبسته که گفتم آخه مرد حسابی این چه کاری تو میکنی؟ آخه مگه تو پلیسی؟ عشق فیلمی؟ فیلم زیاد میبینی؟ عزیز من تو با این آرتیست بازیات ممکنه جون خودت و این رفیقت به خطر بندازی. حالا میفهمین چیکار کنی؟ دوز حاضر، بوز حاضر. اکبر یه کاری بکن. بله. یه زنگ بزن با این خونه حاج رضا بگو امرالله گفت یه دون از دیگای نظری رو بار بزنن فوری بفرستن اینجا. خب نظری بدین؟ مگه عیبی داره؟ بجو. مرکز 21 سه واحد عملیاتی رو بفرستید تو موقعیت من. مرکز 21 سه واحد عملیاتی رو بفرستید تو موقعیت من. آدرس؟ الو سلام علیکم. زهره خانم شمایی؟ حال شما خوبه؟ ازت پرسیدم. راست میگه؟ جون عزیزت من 10 سال ازش خبر ندارم. اصلاً یادم نمونده اکرم قیافش چجوری بوده تو میری. جون خودت. حالا معلوم میشه. ما نوکرتیم، غلط کردیم، بس دیگه، کاش اینجا نبودیم، با شما هم کاری نداریم، از همین الان جون خودت، بلند میشم بینم یه جایی خودم رو گم و گور بکنم بابا. جدی، حالا دیگه، حالا که مادرم ازم گرفتی، دیر شده غلام. دیر شده تو فقط اکرمو نکشتی هیچ جوری منم کشتی ببین جون خود تو الان اعصابت خورده بشین چشم نمیشم من نمیام جون خودت سیاه من اونو نکشتم پس اون اکرم بیچاره خود به خود رفت زیر خاک آخه من از کجا بدونم شاید یه بلا ملای سر خودش آورده بشرم مردنیه خدا بیامرزتش آخه به من چه من نمیدونم هر کسی هر کاری میکنه من بدبخت باید تونشه بدم تو میری به چار میخواد کشیدم معلوم میشه جون بچت بگو کار من نبوده تو می بدبخت زیاد دلتو خوش نکن این بالکل مادری منم منکر شده بیا 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 عباس ببین ظرفا رو آوردن بیا 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 ببیشیم بر بگی بغل، بگی بغل، بگی بغل. بریم
سلام علیکم. سلام. نذریه بفهمید. دستون درد نکنه. خدا نذرتون رو قبول کنه. زنده باشی. علی. سلام باشی. دست شما زنده باشی. دست شما درد نکنه. سلامت باشی. اجرتون به سید شهدا. قربون شما. اگه دستانو هستی من هستم. سلامت باشی بابا جون. دست درد نکنه. خدا بفرمایید بزن. خدا حافظ. سلام آقا، حالا چطور؟ سلام علیکم. خوش اومد. خوبه. بفرمایید. بفرمایید. نظری باشه. مرسی زحمت کشید. خسته نباشید. مرسی آقا. ممنون. آقا بیشتر بفرمایید. مرسی، متشکرم. کافیه. یا علی. بفرمایید. آره دیدم. دیدم چجوری واسه من سنگ تموم گذاشه امشب. واسه خاطر تو لنده هون مأمور فرستادم مال من. اونا مأمور نبودن بچه. هرچند بدم نمیومد باشه. حالا هم با دست خودت میبری این لاشه رو تحویلش میدی. این باید تقاضا هرچی نکبت تو عالمه یه جا پس بده. چی شد؟ چی شد تو میری؟ مگه من چی کار کردم؟ تحویلت بدم؟ خودم میسازمت. سهم منو باید همین جا بدی. خیلی به من بدهکاری. عمرمو، زندگیمو، جوانیمو مادرمو. دعوا چه میکنین؟ مامورا کجان؟ خودم میرم جوابشون میدم تا میری. کجا؟ تو امشب هیچ جا نمیری. بلدی جوابشونو بدی؟ خب برو، همونه که در به درش کردی، بردی فروختیش، اومده دنبال ننه بابای واقعیش. برو جوابشو بده. اما باید جواب خون اکرم هم بدی. برو. خون اکرم؟ اکرم میکنی؟ اینا کلکشونه دنبال عتیقن. ببین بیا، اینه که میگن زنها سادن. حرف نزن، فقط جوابشو بده. اول جواب منو درست میدی، بعد میری جواب پلیسا رو میدی. بابا جون خودت، اونا دروغ گفتن، این زن سادم باور کرده. غلام، بخوای بلبل زبونی کنی، داستان سرم کنی، یه گوله حرومت میکنم. جون خودت، اینو به هیچ که نه، اینو به هیچ که نه. بابا بهش بگو اینه بگیشی کنار بردم. اونو بذار کنار بچه. مظلوم گیر آوردی. خیلی دلم میخواد خودت با زبون خودت بگی چه بلایی سر اون بچه و پدر مادرش آوردی. به این سوی چراغ دروغ میگن. غلامان واسه شما وگرنه میکشمت. به جون خودت میگم، تو بمیری میگم. نه غلام، اومدی ثواب کنی، تو میری کباب کردی. چیکار کنم سیا جون؟ خواستم جون خودت یه بچه یتیم و سر سامون بدم. تو بودی چیکار میکردی آخه؟ بگو دیگه. یه مدتی خرج شده بودم تو میری، دیدم اکرم داره بهش عادت میکنه، بچه رو برداشتم بردم دادم به یکی بردش. نمیدونم خارش دیگه خبر ندارم. سیو به جون خودت این واقعیت رو گفت. نه این واقعیت رو گفتم. نه بس که اینطور قضیه عتیقای تقلبی کلک بود. به من کلک زدی غلام. میکشمت غلام. نزن. میکشمت. نزنش.
جونم. سلام علیکم، مزاحم شدم. غذای نذری آوردم براتون. خدا قبول کنه عمو. خدا قبول کنه. بعد شما درد نکنه. خونه به این بزرگی یه دونه غذا برمی‌دارید. بفرمایید. بعد شما درد نکنه. بفرمایید داداش، قابل نداره. با امام حسین که نمیشه تعارف کرد. بعد شما درد نکنه. خیلی ممنون. دنبال چیزی می‌گرده؟ نه. خیلی ممنون. خدا حافظ. آقا سوار شو. یکی کاغذ بده ببینم. کاغذ؟ کاغذ برای چی؟ بده کار دارم، زود باش. خودشه. ایسیمو بده من. مرکز، مرکز 21. بگوشم، بفرمایید. یه حکم بازرسی منزل میخوام، فوری. موقعیت؟ آدرس رو یادداشت کنید. سیاه؟ چی بود؟ بیرون ببین چه خبره. خیلی شلوغ بلوغه. باشه، تو چرا هول کردی؟ چی رو تو چرا هول کردی؟ حرف گوش نمی کنی سیاه؟ بدبخت تو چرا گیر دادی؟ چونه خود من عدسته نجات بده. یه فکر تو میری برم بکن. بیا خودم برات یه فکرایی کردم. برو بیرون. چی رو برو بیرون؟ مثل اینکه حواست نیستا. بیرون شلوغ بلوغه. یه نگاه بنداز. آبجی شما یه چیزی بهش بگی. تو چرا ترس برات داشته؟ چی رو ترس برات داشته؟ تا حالا دیدی دیگ بذارن اینجا رو وانت بخوان نظری بدن؟ اونم چی؟ توی من. خب که چی؟ بابا یه جورایی مشکوکن سیاه، مشکوک. باشه، واسه من مهم نیست. حوصله تو ندارم. بره بیرون. جون خودت بیا بریم، من رفتم. تو میری کجا؟ خونشو باش. چه صفت هیچ معلوم است داری چیکار میکنی؟ ولم کن. تو با این خربوزیات آخر همه ما رو به کشتن میدی. بره بیرون. ببین سیاه، تو اگه از اینجا نری من تکون نمیخورم. تو خول شدی، دیوونه شدی، زده به سرت. شرخ برو بیرون. به خودت فکر نمیکنی لاغن، به مادرت فکر کن. ببین سیاه، این اصله هست. کار دست خودت نده سیاه. بذارش کنار، بذارش کنار. دستت رو ماش هست سیاه. رو بیرون. تو با این خلق و سیاد همه رو به کشتن میدی سیاه. زده به سرش. برو جلوی در هوا رو داشته باش. منم میرم پایین خرت پرت رو جمع کنم. برو. چشم شد. جون خودت هر چی بخوای بهت میدم تا میری. خیلی باد کار دارم خدا. آخه بگو چیکار؟ کجا؟ من دیگه اینجا کاری ندارم. میخوام برم پی بدبختی خودم. بدون اجازه من هیچ که اینجا بیرون نمیره. چیه؟ نکنه خیال کردی منم جزو آدماتم که میتونی بهم دستور بدی؟ نه خیر. این خونه بو نکبت میده. حالاش هر کاری که دلت خواسته کردی بعد از اینش هم با خودته. مگه نیومدی این چنلش اینجا ببری؟ خب ببرش. منو ببر. هر چی از جون خودت، همه قضایی رو بهت میگم. من از دست این نجات بده. این لاشه رو خودت میبری تحویلش میدی با دست خودت. با منم دیگه کاری نداری. منم انگار میکنم اصلا بچه نداشتم. هر وقت سرتو انداختی زیر تونستی مثل آدم زندگی کنی، من مادرتم. این اسبا بازیرم بنداز دور. بیشتر از این شر به پا نکن. من از دستی نجات. تو خفه دیگه هم حق نداری دم بیمارستان بیایی زاخسی های منو چوب بزنی. فکر کن من مردم، فکر کن مادر نداری. برو کنار. ببیشم هیچ که اینجا بیرون نمیره. گفتم که شب شب مکافاته. واسه یه بارم شده باز تکلیف همه چی امشب روشن شه. من باز بفهم چه به روز من اومده. تو یه حروم لقمه بیا. این لوس بازی ها رو واسه من در نیار. من از این اداها زیاد دیدم. الانم بیا برو اون در واکن، میخوام برم. بچه بازی ها چیه؟ بچه بازیه؟ واسه شما همه چی بچه بازیه. چه بازیه؟ همه چی مسخره است.
اگه مسخره است، اگه خنده داره، بچه رو نمیخندی واسه زندگی گفتی که واسه درست کردی؟ این زندگی رو من واسه درست کردم یا خودت؟ تو این حروم لقمه؟ احمدی سری بیاین تو موقعیت. چی شد؟ اینو بزن اون سین. تو هوای اینجا رو داشتی؟ چشم باشو. سیا معلوم از اون تو چه خبره؟ بیرون پر از مامور سیا. سیا سیا داری چی کار میکنی اونجا؟ اگه نمیگم برو گم شو. بابا کجا پر ماموره؟ کجا برو ماموره باشه؟ شما جونتون رو بردارین و فرار کنی. من امشب کار دارم. میفهمی داری چی میگی؟ بجوی بچه ها بودو بطر نکن. عباس بچه رو هدایت کن. عباس بچه رو هدایت کن به اون سمت. برو برو در با کن. درو با کن سیا. میشم برو گم شو. تو خون شدی. دیوونه شدی. دنبال پدر مادرشه. تو به همون اونایی که دنبال نانو باباشونا گوش میکنی؟ سر دلسوزی، چه مادر فداکاری. ببینم تو واسه همه فداکاری هل من مگه من دنبال مادر نبودم؟ مگه من آدم نبودم؟ چی داشتم؟ همه چی؟ دلم خالی بود. میدونی چرا؟ چون مادر نداشتم. تو نگران منی ها؟ نگران من؟ که میگی من بچت نیستم؟ آره تو با این کارات بچم نیستی. من یه طفل معصوم به دنیا آوردم، نه یه قوله پیش خودو. ننگم بیاد میگم تو بچی. یکی منو ببره دکتر. تو دیگه خفه شدم. چه سمت؟ تو دیوانه شدی؟ آره آره دیوانه شدم. همه چی تموم شد. اسلحتو بنداز و بیا بیرون. بس دیگه تموم کنی. میفهمی؟ بچه بازیه؟ اگه نمیگی بچه بازیه پس بذار این بچه بازی رو تمامش کنم. گفتم همه چی تموم شد، اسلحه رو بنداز و بیا بیرون. میفهمی؟ تازه شروع شده. چیزی رو تموم شد. خونه کاملا محاصره است. همه همدستاتم دستگیر شدن. بهتر که عاقلانه فکر کنی. تو راه فراری نداری. حالا چی خواست فرار کنه؟ ببینم تو همونه نیستی که رد بلا میزدی؟ همونه؟ گفتم اسلحتو بنداز و بیا بیرون. زود باش. پس اونی که دنبال ننه بابا شد کو؟ اونا بیرونن. گفتم در رو وا کن و اسلحتو بنداز بیرون، بعد میتونی باش حرف بزن. گفتم بگو اون بیاد تو. باش کار دارم. من نمیتونم اجازه بدم. میفهمی؟ نمیتونم اجازه بدم. جو رئیس منم. من دستور میدم. نگو بیا تو. گفتم اسلحتو بنداز و بیا بیرون، شاید بعد بتونی باهاش حرف بزنی. میفهمی؟ نترس، نمیخوام بکشمش.
مگه نمیخواست بدونه نرم باش کجام؟ بگو بیا تو، بیا تا برش بگم. عباس دنیا اکبر بردار بیار برش. پدرم برسید خوک جناب سر من هم رفت لگی چونه خوده من عزیزت خودش کرده هره تو بدون اکبر. اون الان اینجاست هر چی میخوای بهش بگو قرار نیست من بگم اونی چه قراره حرف بزنه زنده از این در بیرون نمیره فهمیدین؟ کجا داری میری بی خودی سرک میکشی؟ همه کار امشب تو خراب کردی جنازه هم که نمیتونه حرف بزنه میتونه؟ پس تو نفسی که بیاد تو یه موضوع بیریخته نظری یه بره تو فقط منتظر اجازه جنابالی بودم تا اینجاش که مادی بسته دیگه اکبر شما با من چی کار داری؟ تویی؟ همونی که دنبال ننه باباشه نه؟ بله بیا تو بیا نترس من و تو یه جورایی هم دردیم تو دنبال ننه باباتی؟ منم دنبال مادرم من و تو قربونی یه نفریم بیا تو میگم اگه بزنه قلمه رو بکشه دستمون به یه جا بند نیستا میخوای من جاش برم تو بله یه بار دیگه ببینم چی میگی میگم من جاش برم تو من بیام تو مگه خونه خاله است اینجا تو همون فرفری هستی آره آره مادرت منو میشناسه چند دفعه باهاش حرف زدم رفیق آقدنی بس دیگه بزنیم چی میگه دیگه چی میخوای بگی تو هم دنبال ننه باباتی نه بابا منم مثل تو یتیمم از مال دنیا فقط یه مادر دارم و بس آقای اکبر من نمیتونم اجازه بدم شما برید بابا سب کن ببینیم چی میگه حالا تو هم توی وسط نخ برام تعیین میکنی خیلی خوب عیبی نداره اگه رفیقت میترسه تو بیا تو من نمیترسم اگه قرار کسی بره خودم میرم هیچ کس تو نمیره من اجازه نمیدم چی رو اجازه نمیدم این نمیره ولی من که واسه برم که کجا میخوای بری تو الان بابا میزنه یه تو چرا اکبر متوجه نیستی مسئولیت جون تو و مسئولیت جون همه اینا دست منه این چرا نمیفهمی این تمه بروز برم تو اکبر خستم کردی چی شو وقتی که تو به اینجا رسیدیم بهش نگو یا من میخوشه دستمو به هیچ چیزی بس نه من بسته شما رو حلش من خودم اومدم بابا رفت تو آخده دنی کی به تو گفت بری آقای اکبر نمیتونستم اجازه بدم شما برید ببخشید آقای امروز مواظب خواهید باش کسی پشت در نباشه میخوام در رو وا کنم یا تو دستتو بذار رو سرت بیا جلو درم ببند خیلی خوب حالا هر کی بیاد جلو من اینو میکشم فهمیدین عباس دور ساختمون یه دور بزنید ببین در ورودی چیزی داره وارد ساختمون میشین بجو دستتو بنداز من امشب نتونستم به کامم برسم برو شاید تو برسی برو بگو هرچی که قرار بوده بگی خانم واقعا امیدوارم منو ببخشید این آقا داره میمیره دلت نمیخواد برای این بسوسه این سخت تا جون داره آخرش تو بری منه ببرید دکتر بگو ننه بابا چی کار کردی من هیچ کاری نکردم خفه شو
پرسیدم ننه باباش کجان؟ حرف زن، بگو چرا اینو فروختی؟ پس دیگه، تمومش کنی. حرف نباشه غلام، حرف زن، وگرنه یک گوله میخوابونم تو مخت. میدونی که میزنم، بگو. خیلو میگم، وقتی ننه باباشو بردن زندون خیلی کوچیک بود، اون رو دست ما چی لوشون داد؟ حتما خودت. پرسیدم چی لوشون داد؟ نمیدونم. درست جواب بده. من لوشون ندادم. بزنم؟ خیلی خوب. خب جون خودت درد سر بودن، من گفتم برن درست شن دیگه. اه؟ درست شدن؟ من چه میدونستم اونا تیر بارونش میکنن دیگه. تیر بارون شد؟ تو لوشون دادی؟ اونا هم تیربارونش کردن. خوبه، پس برای همین بود فرار میکردی نه؟ من چه میدونستم که میخوام تیربارونش کنن دیگه. بعدش چی؟ پرسیدم بعدش چی شد؟ بعدش یک اومد بچه رو از من گرفت. گرفتن یا فروختیش؟ بگو. نمیدمش، بچمه، نمیدمش. خفه خفه خفه، نمیدم نمیدم. هرچی نداره فکر میکنه بچه خودشه. کی شفته تا پریزرش میدار مونده؟ کی مازرگش کرده؟ کی زحمتشو کشیده؟ بلد کردی به پاش نشستی و بزرگش کردی؟ نمیدمش، هرمله. هرمله همه کسته. حالا که همچین شد، هم خودته میکاشم، هم این بچه را. حالا تو چی باید بگم؟ بچه درون میکشمش بچه رو. خب گوش کن چی بهت میگم. معلومه که خیلی بچه رو دوست داری. الان مثل بچه آدم بلند شو، برو دم در این بچه رو تحویل بده، پولش هم بگی بیا. مثل یک ننه خوبی که بچهشو از سر بدبختی به یه خانواده‌ای میبخشه که خوشبختش کنن. این خواهر بدبخت من انقدر تیاد بازی کرد تا بتونه این زن مرد خارجی رو پاشت در بیار و این بلشون بزنم اونجا نگرشون داره. بلش بینم، بلشو. مادرم جدی، اون کجاست؟ وقتی از زندان اومد دو سه بار اومد منه ببینه. جون خود خودم آفتابی نکردم. اسمش چی بود؟ الان کجاست؟ من چه میدونم؟ بگو، حرف بزن، بگو بگرم میکشمه. دسته میسورم، یک، دو، سه. بارو کنار، 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 بارو کنار. بس کن دیگه سیاوش. برو کنار. برو کنار. من نمیذارم این کارو بکنی. برو کنار، من باید بکشمش. شجاع شدی. دوست داری به همه بگی بیگناهی؟ اگه میخواستی میتونستی آدم باشی. هرچی بدبختیه انداختی گردن من. هیچ بدبختی همو گردن کسی ننداختم. دل و جرعتشو داری بزنی؟ آره میکشمت. تو منو زج کش میکنی؟ اونی که امشب کشته میشه توی، نه من. جفتمون تو میری به اندازه همون گناه کنی. بزن دیالا، بزن. خواهش میکنم خون سر رو بزن. گفتم پر بکنم گناه تو همتر از این نیست. تو میری میفهمی؟ تو دوبار اکرم از من گرفتی که بر من چی گرد.
یه بارم الان میفهمی؟ تو میری؟ من به خاطر تو اکرم رو گوشتم ولی تو بزن بزن لعنتی بچه تو میکشم باشه باشه غلام نسله رو بده من غلام میزنم ها بخواب بزن سیاوش بزنم ها بزن نمیدونم چرا اینجوری شد وقتی بهم زنگ زدی دلم از خودم خیلی پر بود وقتی ببینمت میخوام بهت بگم جلو با همه چی میخوام تاخت بزنم خواستم وسط یه مهمونی بگیرم یه مهمونی خوب با یه کات خیلی خوب میدونی چی؟ یه پسری که خیلی خوب حرفش میکنه اما وقتی سراغ این نامرد هم من گرفتی همه چی هم ریخ عیبی نداره مهمونی خوب تموم شد میدونی چرا؟ چون تو بالا سرم تو در آسمانی ای خالق آسمان زمین ای قادر مطلق خدای محبت و رحمت ای خدای کثیر الانسان ای خدایی که رحمت خود را از هیچ کس دریغ نمی‌داری با ایمان و فروتنی در حضور تو زانو می‌زنم و یقین دارم که دعای بنده حقیر خود را می‌شنوی بر در پرفیض تو میکنم و میخواهم که امشب در زندگی من و دخترم آنا معجزه ای نمایی من یجیب المستر اذا دعا و یکشف السوء من یجیب المستر اذا دعا و یکشف السوء من یجیب المستر اذا دعا و یکشف السوء امن یجیب المستر ازادا و اکشف السو
نه 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 مگه به نماز جماعت نرسیدی؟ چرا؟ خبری از زهره نشد؟ مونده بیمارستان. چیزی لازم نداری؟ چرا؟ شفای دوتا چشم. یه جیب مستر زاد خداوند شفای چشمان دخترم را از تو میخواهم، چون میدانم، باور دارم تو خدای آسمانی، خدای شفا دهنده هستی. همچنین میخواهم که دخترم در سلامتی کامل روح و جسم به من برگردانده شود. خداوند به تو متوسل شدم، تو خدای من هستی، نگذار سرفکنده شدم. خدا رو صد هزار مرتبه شکر که همتون سلامتین. ببینم ری جان، زودتر خودتو برسون هیئت، چون امشب من همه ی حواسم توی بارستان. امشب میخوان چشممون دختر رو باز بکنن، میخوان موقع باز کردن چشمش خودم باز شد. آره، به دانیل و اکبرم بگو که برم بیمارستان. خودت هم زودتر بیا هیئت، چون اینجا هیچ کی نیست. آره، قربونت. خدا حافظ. اجازه میدی دخترم؟ یه کمی دلشوره داره. طبیعیه، حق داری دخترم. آنی، اجازه بده، اجازه بده خاله. پدر، های جزه چرا نیومده؟ نمیدونم، زنگ زده تو راهه. دانیل چطور؟ اون کجاست؟ بابا گفونم داره میاد، دنبال قاتل اکرم خانوم بودن. میبخشید، من یه کمی کار دارم، باید برم. آنی، اجازه بده دکتر کارشون انجام بده. بله چشم. ولی یادت باشه آنی، قول دادی بعد از اینکه چشمات دید اون چیزی رو که قایم کرده بودی باید به مام نشون بدی. تو هنوز تو فکر اونایی؟ آخه تو خیلی مرموز شدی. آروم آروم چشتو باز کن، خیلی آروم، ممکنه نور چشتو اذیت بکنه.